اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان. اتاق نهم، اتاق نسل سوم. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری کل استان اصفهان. بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا و ارز و تأثیر آن بر اقتصاد ملی. معضل قاچاق کالا علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. شکلگیری اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه. از مهمترین مصادیق اقتصاد زیرزمینی معضل قاچاق کالا و ارز است. با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی، قاچاق عبارت است از یک جرم کیفری که قانونگذار در قوانین موضوعه از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق کالا و ارز و مرتکبین قاچاق مجازات‌هایی از قبیل ضبط کالا، جریمه، حبس یا انهدام آن را پیش‌بینی کرده است. تعریف قاچاق مبنی بر این که همه کالاهایی که بدون تشریفات قانونی و حقوق ورودی، عوارض متعلقه و خارج از مبادی رسمی کشور وارد یا خارج شود. این کالا در هر جایی امن از مرز، مبادی ورودی، انبارها در حین حمل و نقل یا در مراکز عرضه مشاهده شود، قاچاق محسوب می‌گردد. قاچاق کالا شامل دو بخش است. یکی قاچاق کالاهای ممنوع، یعنی کالاهایی که صادرات و واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند، نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الکلی، و دیگری قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشروط که منظور کالاهایی است که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر است، اما به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی قاچاق تلقی می شود. شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد قاچاق کالا و ارز. عوامل اقتصادی: سوداوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن، پرداخت یارانه به برخی از کالاها در داخل کشور، بالا بودن تعرفه های گمرکی، کیفیت پایین کالاهای تولید داخل، بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد، عدم تولید برخی از کالاهای مورد نیاز مردم در داخل کشور. برخی از کالاهای قاچاق مانند لوازم الکترونیکی، دوربین عکاسی و فیلمبرداری در داخل کشور تولید نمی‌شوند و به دلیل وجود بازار مصرف برای این کالاها و صادر نشدن مجوز واردات، زمینه قاچاق این کالاها فراهم می‌شود. واردات کالا به صورت قاچاق سبب می شود کالاها با کیفیت پایین تر و تقریباً به دلیل عدم کنترل استانداردهای کیفیت محصولات، بهداشت و سلامت مصرف کنندگان دچار مشکل شود. راهکارهای اجتماعی فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. مشارکت مردم مهمترین نیاز برای موفقیت طرح‌های مبارزه با قاچاق کالاست. برخی کالاها ارزان و فاقد هر گونه شناسه بهداشتی است و قاچاق بودن آن به راحتی قابل تشخیص است و مردم با نخریدن این کالاها می توانند در مبارزه با معضل قاچاق نقش مؤثری ایفا کنند. ارتقاء فرهنگ مصرف جامعه. بسیاری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، کالاهای مصرفی بوده و عمدتاً جزو کالاهای اساسی و مورد نیاز مصرف کننده نبوده، بلکه قاچاقچیان سودجو با تبلیغات و ایجاد نیاز کاذب در مصرف کننده به مصرف این کالاها در داخل کشور دامن می زنند. ضمن اینکه این کالاها اکثراً از کیفیت پایین و عدم استانداردهای لازم به دلیل عدم نظارت مراجع قانونی برخوردار هستند. از طرفی تولید کننده باید بر اساس نیازها و نوع کیفیت مورد نظر مصرف کننده اقدام به تولید کالا کند. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری کل استان اصفهان. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان. اتاق نهم، اتاق نسل سوم.